رایان سلام. سلام آرمین جان، مرسی که باز فرصت دادی اینجا صحبت کنیم. همین حرفی که الان هم حرف اخیری که زدی خیلی حرف درستیه. اگه آشنایی به همه مغلطه هم نداشته باشیم، به نظر من همین که ما اون اساس منطق رو بدونیم خیلی کمک میکنه به ما. مثلا فرض کنید فلانی یه حرفی میزنه، بعد در جوابش یه نفر برمیگرده میگه آقا این همون آدمیه که مثلا پارسال ورشکست شده بود، همون آدمیه که فلان کار بعد انجام داد. خب شما میگید که این مغلطه است، به خاطر این خب اگرم انجام داده ممکنه حرفش درست باشه، ولی لازم نیست حتی اسم مغلطه رو هم بدونیم. و چون این بر اساس منطق آدم یا همون common sense قبول میکنه این مسئله رو. ولی مسئله ای که من خواستم به شما بگم اینه که توی تلویزیون دیدی اسلامی هستش، یه تریبون آزاد داره، من چندین بار گوش کردم، کسایی میان اونجا صحبت میکنن، تریبون آزاد میده. حالا اونایی که اونجا صحبت میکنن اجنس کسایی نیستن که بخوان به مسائل منطقی توجه داشته باشن. فرض کنه یکی میاد میگه که علی امام اول شیعیان این امام بلافصل بعد از پیغمبر بوده، دلایل خودشو میگه. وقتی که دلیل میگه، اون آقایی که مجری برنامه است و سنی وهابیه، ایشون میگه خب این دلیل چیه، بر اساس کدوم سند این حرفو میزنی؟ سند میگه این به نقل از فلانی، میگه فلانی که معتبر نبوده، جز راویان اون از کی نقل کرده. یعنی اینا وقتی شما یه حرفی بزنی عقلشون کلا تعطیله، میذارن کنار. میگه خب این سند شماره چنده؟ بعد نگاه میکنه ببینه اونجا سلسله راویان داره یا نه این حدیث که ما اینو قبول کنیم. حالا به همین خاطری که یک آدمی مثل شما فرض کنه اگه بخواد بره اونجا صحبت کنه به هیچ نتیجه نمیرسه. اول از همه ایشون برمیگرده میگه شما بی سوادید. چرا؟ میگه که شما که اصلا هیچ اطلاعی از سلسله راویان ندارید، شما اصلا بهار الانوار رو نخوندید، نمیدونم این منابع بزرگ بخاری رو نخوندید که در حدیث هستش، خب هیچ اطلاعی ندارید، قبول نمیکنه. چرا؟ حالا چراشو من عرض میکنم خیلی سریع. به خاطر اینکه ما دو نوع تفکر داریم خارج از بحث مغلطه ها، یک نوع تفکر عقلیه، یک نوع تفکر نقلی. نقلی یعنی چی؟ یعنی اینکه چه چیزی به ما نقل شده، یعنی همین چیزی که اون آقایی که توی تلویزیون دینی هستش میگه بر اساس نقل. اسلام بر اساس نقله، بر اساس اینکه قرآن چی گفته و احادیث چی گفته، نقلی عقلی نیست. مسیحیت هم همینطور بود و بیشتر از این هم همینطور بود. شما میدونید گالیله در 1589 اولین کسی بود پایه‌گذار علم نوین تجربی جهان. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون رفت بالای برج پیزا، دو تا گلوله سنگین و سبک رو از اونجا رها کرد و عقیده غالب بر این بوده که گلوله سنگین خیلی سریعتر برسه پایین، ولی همه نگاه کردن دیدن که نه، همزمان میرسن. خب حالا اون نتیجه آدمایش به کنار، روش آدمایش خیلی مهمه. ایشون گفت من تجربه میکنم، نه برای اینکه دیگران چی گفتن، نه اینکه از یونان چه چیزی به ما رسیده، ما تجربه میکنیم. و اگه میخوایم ببینیم که کدوم گلوله زودتر میرسه یا اینکه با هم میرسن، ما میریم بالای برج، این کار خودمون تجربه میکنیم. حالا در امروز دستگاه‌های پیشرفته تجربی هستش. من یه چیز کوتاه هم بگم بعد شما صحبت کنید راجع به همین مسئله. یه داستانی هستش، میگه در قرون وسطی بین دانشجویان یه بحثی در گرفت در اینکه دندان‌های خر چند تاست یا الاغ چند تا دندون داره، و خیلی بحث شد طولانی. یکی از دانشجوها گفتش که چطوره که ما یه الاغ بگیریم دندوناشو بشماریم، و میگن که ریختن سر این دانشجو، گفتن که این کفره، این کفره. اگر چیزی از گذشتگان به ما نرسیده یعنی ما میتونیم بگیم نمیدونیم. همون تفکر نقلی دینی و نه عقلی.
آره البته این یه موضوع دیگه است رایان جون، من فرق عقل‌گرایی و تجربه‌گرایی رو یه روز یه برنامه میذارم. خب و ما من صحبت کنم الان؟ نه شما گفتید عقل ولی نقله. نه بذار من الان صحبت کنم. ما الان چند تا چیز رو داریم با هم قاطی میکنیم. خب ما یک بحث هست بین عقل‌گرایی نه نقل، عقل‌گرایی و تجربه‌گرایی، اون یه بحث جداست. خب ما وقتی درباره ما باید واژه‌ای که استفاده میکنیم، ببین ما وقتی من علم معنی‌های مختلفی داره. خب من الان وقتی که دارم از کلمه علم استفاده میکنم، بیشتر درباره نحوه جمع‌آوری اطلاعات از محیط و نتیجه و به طوری خیلی سیستماتیک و نتیجه‌گیری از اون صحبت میکنم. خب وقتی که داریم درباره صحبت‌های منطقی الان صحبت میکنیم، توی چارچوب عقل‌گرایی و منطق و اینا داریم صحبت میکنیم که اون چه روش بهتر داره، یعنی اینا رو ما یه مقدار از هم الان جدا کنیم. خب درباره اون صحبتی هم که کردی، درباره اون کسایی که در حدیث و قرآن اینا صحبت میکنن، اتفاقا همون بحث هم میتونیم بیاریم توی چارچوب همین صحبتی که من الان کردم. خب چون شما نگاه کنین، من وقتی گفتم که بالاخره ببینین اینا دارن استدلال میکنن، خب درسته که ما استدلالشون رو قبول نداریم، ولی الان ما میتونیم تشخیص بدیم که اینی استدلال اینجا هست. خب اینا دارن میگن که من نتیجه گیریم اینه که فلان چیز دین بر اساس اسلام، بر فلان نتیجه میگیرن که این تو اسلام درسته درست نیست بر اساس مدرکشون که فلان حدیث. خب این به طور یعنی این خیلی اینو تو این کام جدا نیست از چیزی که من گفتم. خب من استدلال میتونه استدلال غلط باشه، ولی این اگه بخوایم بتونیم استدلال تشخیص بدیم، این دقیقاً استدلال بود، یه ادعا بود، یه دلیل داشت و یه نتیجه گیری کرد. خب ولی اگه حواست باشه، من یه چیزی به غیر از ادعا و دلیل، یه قسمت دیگه توی استدلال هست که من گفتم باید میتونیم تشخیص بدیم و اون پیش فرضا بود. خب یعنی ما وقتی میخوام بیام استدلالو ارزیابی بکنیم، میتونیم ادعا رو نگاه کنیم، میتونیم دلیل رو نگاه کنیم و میتونیم پیش فرض رو نگاه کنیم، یا ما میتونیم با دلیل یه نفر مخالفت بکنیم وقتی که استدلالشون قبول نداریم، یا اینکه ممکنه فقط دلیلشون که هیچی با پیش فرضشون اصلا مخالفت بکنیم. یعنی دقیقاً میاریمش تو چارچوب هم چیزی که گفتیم، این جدا نیست. مراقب میکروفونت باش. ما پیش فرضی که اینجا بود و قبول نداریم، مثلا قبل از اینکه بیایم بگیم دلیل چرا اشتباه است، ما وقتی که با یک همچین شخصی صحبت میکنیم، با حرفمون به هم اصلا نمیخوره، برای اینکه پیش فرض استدلال اونا اینه که هر چی که مثلا تو قرآن گفته شده حتما درسته، یعنی که پیش فرض اونا اینه که مثلا حدیث بخاری حتما همه چیش درسته، و پیش فرض اون پیش فرض اینه که خدا وجود داره و اسلام دین درسته و پیغمبر از خدا وحی آورده. خب یعنی مشکل ما با این استدلال اصلا قبل از اینکه بخوایم دلیلاشون رو بیایم ارزیابی بکنیم، باید پیش فرضاشون رو ارزیابی کنیم، و این جدا از چارچوب بحث ما نیست. بالاخره اینم خودش استدلاله، درسته؟ بله بله. رنج من زنبلاغ میارم بالا، من باید یه دستشویی کوچیک برم، تو باش که با زنبلاغ صحبت بکنی. خب باش من الان برمیگردم. خواهش میکنم. زنبلاغ هستی؟ زنبلاغ، زنبلاغ یک، زنبلاغ دو. سلام دوستان، شما صحبت کنی من الان برمیگردم. باش بفرمایید. سلام رایان. سلام. من یه نکته میخواستم قبل از هر چیزی بگم، این بود که آرمین جان در مورد نقد آیه سام رجبی داشت صحبت میکرد، بعد خب به هر حال هر کسی یه نقدی میکنه، بعد ببینیم اون نقدش تو چقدر درسته یا غلطه. اگر که احساس میکنیم نقدش غلطه یا فکر میکنیم نقدش غلطه، بیایم با استدلال بگیم که خب آقا این نقدی که شما کردی به این دلیل غلطه. اینکه همجور الکی بیایم مثلا موزه گیری بکنیم به نظر من کار درسته نیست. من با آقای آرمین موافق بودم سر همون مسئله، همون حرفی که زدن راجع به ایشون. بعد نکته بعدی این که به نظر من اگه شرایطش هست خیلی خوبه که اجازه داده بشه مثلا کسی که ازش نقد میشه
آرمین چون شما برگشت نمیدونم صحبت ما رو گوش کردی یا نه، من داشتم گفتم که من با اون نقدی که اون دفعه کردی اگه خاطرت باشه، من با نقد شما موافق بودم، خیلی تو لایو چت مخالف بودن، ولی حرف اینه که اگر کسی مخالفه باید بیاد بگه خب آقا نقد شما اشتباهه، بعد دلیل بیاره بگه به این دلیل حرف شما مثلا غلطه. ولی اگر که به نظر من اگر که بشه مثلا سام رجبی رو دعوت کرد به کانال که بیاد اون هم دفاع بکنه از کاری که کرده، مثلا بهش بگیم آقا به نظر ما کار شما اشتباه بوده به این دلایل، ولی حالا میخوام ببینیم مثلا دلیل شما چی بوده که این کار کردی، که اونم خودش بیاد بگه. خب زنبال آقا جان، من چند بار سام رو دعوت کردم جواب نداد، ولی من بگم این نقد نیست، برای اینکه من نباید انتظار داشته باشم هر موقع هر کسی رو دعوت بکنم بیاد. خب بالاخره هر کسی، یعنی من اگه میگم، یعنی خب هر کسی من خودم بعضی موقع یه کسایی جزو دعوت میکنن نمیرم، خب یعنی این نقد نیست، ولی من دعوت رو کردم. آه خب من نمیدونستم، من فکر کردم دعوت نکردین، گفتم خیلی خوب میشد اگه دعوت هم میگه، ولی خب اگه دعوت کردی نیومده دیگه، حالا دیگه اون دیگه مشکل ما نیست دیگه. زیادی ببینی، من اگه دوبار یه نفر دعوت کنم نیان، خب دیگه اگه بعد از اون دعوت کنم دیگه من احساس میکنم که دارم اذیتش میکنم، میدونی مثلا چه، یعنی بالاخره نمیگم که هر... ببینی لطفا کسی فکر نکنه که من میگم که دارم نقد میکنم از کسی اگه نیاد، برای اینکه هر کسی، این خیلی انتظار بی جاییه اگه من بگم که من دعوت کردم نیومدن. چرا نیومدن؟ خب نیومدن که نیومدن، دلشون نخواست نمیخواد بیاد، یعنی که یا شاید در خیلی دلیلا هزار تا میتونه باشه، یعنی هیچ وقت من امیدوارم کسی فکر نکنه که من انتظارم اینه که هر موقع کسی رو دعوت کردم حتما باید بیاد. خب این مسئله، یه چیزی میخواستم بگم آقای آرمین، این مسئله راجع به سام رجبی، خب اینی که از نظر من، شما هم با من هم نظر هستید، خب شکی در این نیست این کار اشتباه است، البته اصل حرف درسته، ولی اون روشی که ایشون انجام داد اشتباه بوده همونطوری که شما گفتید، ولی البته من شک دارم به حرف خودم، یعنی شک همیشه هست رایان جان. حالا من فکر میکنم که برای من این مسئله حل شده است. حالا سر یه اصول، این اصول اولیه است. اصول اولیه، اگه شما مثلا میگه احترام بذاریم به بقیه، این یه اصلیه. بعضی مسائل هستش که چون جنبه فرهنگی داره، اون بدی قضیه رو، اون قبح قضیه رو مردم درک نمیکنن، چون تو همون فرهنگ هست. به عنوان مثال اگه مثلا فرض کنید که توی، تصور کنید که این کاری که تو ایران انجام میشه تو اینجا انجام میشه، فرض کنید یا تو آمریکا، تو کانادا یه پارکی هستش بیگه ورود افغان ها ممنوع، بالای سرش نوشتن. خب شما ببینید یه همچین کاری در ایران انجام میشه. بله جدی؟ بله انجام شد چند سال پیش، پرده زده بودن فرود افغان ها ممنوع، یعنی توی پارک بزرگ. خب اگر این کار انجام بشه توی آمریکا چه عواقبی داره یا تو کانادا، ولی تو ایران به خاطر فرهنگ جدایی که داره این کار انجام میشه و این تعداد زیادی هم طرفدار داره. من نمیگم ایرانی آدم های مثلا خیلی بدی هست، خیر، بسیار محاسنی هم دارد که آمریکایی ها نداره، کانادایی ها ندارن، ولی خب این هم که تجربه ایه، یعنی واقعا اونجا یک نگاهی و نوع صحبتی که با افغان ها میشه به عنوان مثال، اینطوری توی کانادا یا آمریکا با ایرانیا به طور واضح نمیشه، حداقل میدونن که چقدر بده اگه بخوان اینطوری صحبت کنن، شاید مثلا در خفا بگن. البته یعنی بخش ایران نیست، فقط ایران هم نیست، خیلی کشورهای، فقط ایران نیست، بله فقط ایران نیست. حالا همون آدم ها درک نمی کنن که چطوری یه آدمی با دو متر قد با اون هیکل و عضله بره جلوی یه خانومه رو بگیره، یه خانومه راهش رو کش کنه، بادم بره جلوش رو بگیره، داد بدن جلوش، این بی شرف، این یاده. خب این درک نمی کنه که این خیلی بده، یعنی شما ترس رو تو وجود اون آدم ها میبینی که چقدر هول شدن، دارن فقط جدا میشن،
این کار درستی نیست به نظر من. حرفش حالا مخالف جمهوری اسلامی، منم مخالفم، ولی راهش همونی که شما گفتید. این میتونست بیاد بگه که خانم اجازه دارم با شما یه مصاحبه کنم، همین. ولی رایان جان یه چیزی بگم، هر چنگایی تو میگی که بیشک تو لایف چت و توی کامنت ها هم دیدم خیلی ها میگن که قطعا بدون شک. من خیلی دوست دارم یه چیزی رو که نرمالیزه کنیم، این شک گراییه. ما هیچ وقت نمیتونیم ادعا بکنیم که نظراتمون بدون شک درسته. ما با احتمال میگیم، میتونیم بگیم با، یعنی ما اگه نظرم، من اگه اعتقادی دارم، برای این اون اعتقاد رو دارم که احتمال بالایی برای اون نظر قائل میشم، نه به خاطر اینکه بدون شک. من سعی میکنم البته خیلی موقع هم نمیتونم، ولی سعی باید بکنیم که اکثر عقایدمون رو بدون شک، اکثر عقاید مهممون رو یه مقدار شک داشته باشیم. حق با شماست. وقتی میگیم بدون شک یعنی تو غلظت بالای 90% داریم میگیم. همیشه امکانه یه چند درصد وجود داره، ولی مثل یه آدمی که حبس ابد بهش دادن ولی خب معمولا 25 سال میمونه تو زندان یا 20 سال. نگاه کن خیلی جالبه، توی لایف چت یکی کسی فکر میکنه شکگرایی، میگه آرمین ترسو، فکر میکنه شکگرایی به خاطر ترسه. اتفاقا یه چیزی بگم، قطعیت باعث ترسه، برای اینکه کسایی که شکگرا نیستن از سوس بودن عقایدشون یه مقدار میترسن، فکر میکنن که باید یه چیز سفتی روش باشن که اصلا قابل تکون خوردن نباشه. یعنی سوسی که توی عقایدشون احساس میکنن به میترسونتشون، برای همین احتیاج به یک قطعیت. اصلا دین ها، یه دلیلی هم که خیلی مردم دیندار میشن به خاطر اینکه علم و منطق و اینجور چیزا به شما معمولا قطعیت نمیده. بر دین میاد میگه به قطع خدا وجود داره، به قطع قرآن حرف خداست، پیغمبر چه میدونم وحی خود، حرف قرآن کاملا هیچ شکی توش وجود نداره. برای همین از این قطعی، برای اینکه زندگی بدون قطعیت ترس داره براشون، دین و کسایی که خیلی به تو با اعتماد کامل صحبت میکنن و بدون شک صحبت میکنن به این نیا احتیاج دارن که این ترس ازشون بگیره. ما زنبلاغ هم یه ذره گوش کنیم ببینیم زنبلاغ نظرش دیگه چیه. این والا من نظر نمیخوام بدم، ولی میخواستم بپرسم که در مورد اون تشخیص، این که این حرف علمی هست یا نیست، در مورد اونم یه توضیح بدین شما که از چه روشی مثلا میشه تشخیص داد این چیزی که دارن میگن الان علمی هست یا نیست. خب خیلی ها مثلا شاید بارها دیدیم دیگه، میگن آره دانشمندها به این نتیجه رسیدن، دانشمندها این را گفتن. مثلا در مورد اینکه حالا چجوری بستونیم بفهمیم آقا حالا واقعا دانشمندها اینو گفتن نگفتن، یا علم اینو تایید میکنه یا نمیکنه، در مورد این مسائل به نظر من گوزی داده میشه خیلی خوب. آره ببینید، تشخیص دادن صحبتهایی که منطقی هست همون میشه تمرین تفکر نقادانه و مثلا تشخیص مغلطه ها و تشخیص خود استدلال. تشخیص دادن که چی علمی هست چی علمی نیست، باید ما یاد بگیریم که اولا خیلی کمک میکنه یه مقدار از لحاظ علمی یه مقدارش رو بدونیم، یه مقدار سطحی حداقل بدونیم، اون کمک میکنه. ولی یه چیز دیگه هم که باید بدونیم اینه که ببینیم که باید معرفی کنیم مردم رو به peer reviewed academic research. خب که peer یعنی چه؟ یعنی هر حرف یه دانشمند بیاد یه چیزی بگه چون فقط دانشمندی که معنیش نیست که این حرف حتما درسته. خب اولا ببینیم که این حرفش مثلا ریسرچ بوده یا فقط نظرش بوده. خب یعنی اینکه تحقیقش بوده یا نظرش بوده، حالا این تحقیق پابلیش شده توی جورنال یا نشده، و اگه توی جورنال پابلیش شده کی اومده اینو بررسی کرده، چه مؤسسه اومده اینو بررسی کرده و نتیجه مؤسسه چی بوده. خب حالا به این مرحله های مختلف داره، ما باید این مرحله، باید درجه های مختلف داره. ببین یه دانشمند یه نظری بده، نمیگم نظرش بی اهمیت نداره ها، اگه تحقیق نبوده نظرش بالاخره از کسی که اصلا یه چیزی رو این موضوع یک دانشمندی که فیزیک دانه، خب اگه بیاد درباره یه چیز جامعه شناسی مثلا نظر بده، خب نظرش اهمیتش کمتره تا اینکه بیاد درباره تخصص خودش صحبت بکنه. خب حتی اگه این تحقیقم نباشه، نظرش فقط باشه، نمیگم کاملا باید بذاریمش کنار چون که تحقیق نبوده، نظرش یه مقدار با ارزش‌تر از کسیه که مثلا من که تخصصش نیست، یه مقدار بیشتره، ولی قطعیتش خیلی کمتره چون تحقیق نبوده، آمار نداره. بعد مثلا میگیم تحقیق کرده، خب آمار داره،
آمارش یه جا پابلش کرده میگیم خب این ارزشش یه دفعه رفت خیلی بالاتر. خب بعد میام نگاه میکنیم که خب این آمار رو مثلا کی ریویو کرده، کدوم اینستیتوشن اومده ریویو کرده، چه جوری ریویو شده، محدودیت‌های این تحقیق چی بوده. ما میتونیم اینو بیا معرفی کنیم که ببینیم خود تحقیقا معمولا یه قسمت محدودیت داره، نتیجه گیریاش نشون میده، کی اومده اینو ریویو کرده، چند نفر این تحقیق رو میتونیم بیام نگاه کنیم که ببینیم چه کسای دیگه اینو اومدن سایت کردن به عنوان منبع، تحقیقات دیگه که این تحقیق رو به عنوان منبع استفاده کردن چقدر بودن، آیا اونا معتبر بودن، اینو میتونیم بیام چک کنیم. بعد به مرحله بالاتری میرسه که مثلا یه نفر اومده تحقیق کرده، بالاخره تحقیق اشتباهی، تحقیقاتی که حتی پیر ریویو شدم بعضی موقع اشتباه در اومده، خب ولی مثلا یه تحقیق شده یه نفر به یه نتیجه رسیده، ما میگیم خب این حالا احتمالش خیلی بیشتر شد، ولی بعد مثلا 4 نفر دیگه هم به طور مستقل اومدن همین تحقیق رو کردن به همون نتیجه رسیدن. خب این باعث نشون میده که آها مثلا ببین این فقط یه نظر دانشمند نبود، یه دانشمند بوده اومده یه تحقیق کرده، بررسی شده، پابلش شده، بررسی مؤسسه معتبر، بعد 4 تا دانشمند دیگه هم به طور مستقل اومدن همین کارو کردن، یه و یه مؤسسه های معتبر جدایی اومدن اینو بررسی کردن و اونام تقریبا به همین نتیجه رسیدن. این دیگه قطعیتش دیگه خیلی میره همجوری بالاتر بالاتر. خب بالاترینش، بالاترین قطعیت به ما موقعی میرسیم که دیگه متا انالیسیس شده. متا انالیسیس یه تحقیقه که میاد مثلا 100 تا تحقیق جدا رو مختلف، نه 100 تا نه، کلی تحقیقات مختلف رو میاره با هم جدا و همه این تحقیقات رو با هم یک جمع میکنه و یه تحقیق به طور کلی میاد، یه بررسی کلی از همه این تحقیقات میکنه. خب و یه چیزی بگم، این با اینکه بالاترین قطعیت رو داره تو دنیای علم، ما توی علم هیچی قطعی نیست، حتی این هم به طور بدون شک به شما جواب قطعی نمیده. ولی خب ما اگه بتونیم، من اگه بتونم یه روزی بیام یک اصلا برنامه بذاریم که بیام این مرحله‌هاش یکی یکی نگاه کنیم که مردم بدونن که مثلا تو دنیای علم درجه قطعیت چجوری محاسبه میشه، این خیلی فکر کنم به نفع ما باشه. زنبلاغ این جواب تو رو داد یا اینکه من چیزی؟ آره خیلی خوبه، ولی همونطور که گفتی اگه یه برنامه گذاشته بشه که خیلی عمیق‌تر بررسی بشه مراحل مختلفش، خیلی چیز قشنگیه. آره فکر کنم یک کسی هم بیاریم، یه مهمون، فکر کنم یه مهمون بیاریم که مثلا کار اکادمیک میکنه و این دنیای مثلا دنیای پیر ریویو رو، روش‌های تحقیقی مختلف و این میشناسه و اینا رو، و مثلا اینا رو متا انالیسیس و پیر ریویو و همه جورنال های مختلف و مؤسسه های معتبر مختلف و این روش ها، اصلا بیاد بگه پیر ریویو اصلا چی هست و چجوری اصلا ما چرا اصلا باید به پیر ریویو چیز چرا باید اهمیت بدیم. یه مهمون بیاریم که اینا رو بیاد توضیح بده، فکر کنم خیلی فکر زمل و خیلی پیشنهاد خوبیه. ما حالا امیدوارم خیلی خب براین، و ما الان هم اریک منتظره، هم علی، هم پویان. شما براین زنبلا صحبت دیگه دارین؟ من نه، بفرمایید. البته من نه دیگه عرضه ندارم. ممنون از وقت جفت شما.